سر بالا را بریم. چنگ خانم ستاره منه و سر پایینم گل بوستانه و کدوم دری میتونید بیرونمون کنید که کنار پنجرهش کنار دری پنجره نباشه آقا؟ کرفم آقا چه روی داری؟ ببر صدا تو ببینم از تا این قضیه چی در میاد. صبحی که اینجور با دادقال ما رو بیدار کنن خب مسلمه شبش به جهنم ختم میشه. آقا شهریار گنده شده، بنال شده، مینال شکوه‌دار شده. سیبیل دوتاشو نگاه، این پیکل رعناشو نگاه، خون میشه که از اون چشاش، موش میدوهد جلو پاش. رستم دستانه دیگه، قلدر تهرونه دیگه. نقدلی بله قربان، این هندونه کارو از وسط چهار قاچش کن. آقا شهریاره میگین آقا؟ نقدلی اما آخه چطوری؟ اینطوری بگیرش، اینطوری. نقدلی بله قربان. اگه تو یه پسر داشتی مثل این، ده تا شرکت گردن کلفت و ریسه میکردی، زنجیره ای میکردی مثل خارجی ها. چی بود اسمش پسر؟ کنسرواتور آقا. کنسرسیوم میکردی، همشو میذاشتی در اختیار این شریک دزد و رفیق قافله. چه کار میکردی؟ آقا کفت درد زهر مار. چی میگی؟ آقا قاپی چیان پشت تلفونم. بگو ساعت دو همه شرکا تو دفتر بم باشن. گم شو. خلاف تصمیم شما عمل کردم، باور کن این درست نیست. آی 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 نقدلی. بله نقدلی. تو به من بگو اگه یه هرون لقمه داشتی مثل این پسر که تمام اطلاعات مخفی رمز رموز تجارت تو در اختیار شرکای خارجی میذاشت، خون خرابت میشد که تو خودت هی زرد بپاشی، هی زرد. زن بچه همه رو مسموم بکنی تا بتونی سر پات وایستی. میفهمی نقدلی؟ سر پات وایستی. اگه یه همچین پسری داشتی وقت وادارت نشد واسه قاتل خم بشی تا اون جله کثیف اون پا. اینجا نیت بکنه، نیت بکنه، بگه چرنل برو، بگه یرقه برو، بگه دور از جون شما. قاطر کدومه؟ تالون چیه؟ گوشه هیزه تو بکن منداز دور. حالا کارت به جایی رسته که جرأت بکنی وقتی با صدای من از خواب ناز بی سیر مونید بی پری من نترم بگذاری؟ معذرت میخوام، نفهمیدم از دهنم چی در اومد. خیال کردی شاخشونه ای که واسه نوکر کلفت، شوفر، پیشکار، خدمتکار، تمام او بگیرای شرکت میکشی یا برای خواهرت و برادرت میکشی، برای منم میتونه بکشی؟ غلط میکنم. وقتی آتش زدم اون وقت میفهمید. منظورتون چیه؟ ازمالی ماغوف، این بچه رو بارو از خونه من مندازی بیرون. دوتا به یکی. آقا یعنی چی؟ من دنبال دلم هم اشکالی از دارم لطفی نداره. سلام، صبح بخیر. اومدی؟
بچی معذرت میخوام. چطور مگه همینجوری یه چند تا فیش داشتی؟ دادم خانم میلانی برات دیگردم. باشه ممنون ازت، بعد ازش میگیرم. راستی اما آخ معذرت، چت شده امروز؟ بهت خوبه؟ میدونم در خونه دیگه. آره دیگه بجام دیگه. ببین مشیعو بگو که اون گوشت من یه جایی بذاره که پاپوچی نبینه. باشه پاپوچی؟ آره راستی دنبالت میگشت، کارت هم داشت. کی پاپوچی؟ نگو با من چیکار داری؟ به من که نمیگه عزیزم، برم اون شیش بکنم. خدافیز، صبح بخیر. باشه کار میکنی؟ وای 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 همام اینجا رو گم زدی. دارم میبینم جوهریه بیشتر. بله نگاه کن چیکار میکنم. همه اینجا رو گم زد. هیچی چیکار میکنی؟ مادرش میکنم. بشین چیکار میکنی؟ اینو برای چی اینجاست اون وقت؟ مثل که یه چیزی هم بدهکار شدی. نه برای چی بدهکار؟ تمرین خط میکنه آقا، میگه ایرادی داره. آها ایراد؟ بله خیلی دلم میخواد کمکتون بکنم. بله خواهش میکنم. اجازه بدین قلمتون کجاست؟ من خیلی قلم خوب میبرم. خیلی ممنونم. نه. خواهش میکنم با من تعارف نکنید. اجازه بدین، اجازه الان قلمتون خیلی خوب براتون میبرم. آی باک آخ آخه آخ. میگم دستم برید. باک دستم برید. همه اینجا رو گند زدی. باک من متاسف، ببخشید. خواهش میکنم. چیکار بکنم براتون؟ معذرت میخوام. پایزتون پایزتون جبران میکنم. دستم بریده من شبو. من از بچگی عادت داشتم هر موقع دستم میبرید میگرفتم زیرا به سر تا سی میشمردم خونش برمیومد. به سلام. حالا کجا بریده بابا؟ رو میز آقای محمودی، یه دونه از این مقراضه که باهاش چیز میبرن چیز قلم. آها دست من هم همینجور مثل قلم رفت. من نمیدونم اصلا اینا میان شرکت برای چی؟ از صبح تا شب که دنبال کار شخصیشونن. قاپوچی کارت داره بابا؟ داره. برای چی؟ والا نمیدونم، امروز یه طوریش بود. من همین که با استکان رفتم تو اتاقش، با سینی استکان نلویکین رفتم تو اتاقش، داشت با تلفن حرف میزد. همین که یه خورده صدای استکان نلویکین ها رو شنید دادش رفت بالا. بیرون بیرون عصبانی که هنوز این پرده گوش من داره میلرزه. ما رو باش میخواستیم بریم یه صد ازش مرخصی بگیریم. حالا هم طوری نشده که بابا جون. کجایی مشی یعقوب؟ مطمئن باش تا برم تو اتاق شامونشیش حکم اخراجم میده دستم. نه بابا جون، بدنت بد راه نده. یه شرکت هست و به یه گندگی و یه حسابدار. حالا شاید یه کار دیگه داشته باشه. بی برو تو بیای، من صبحونه رو آماده برات گذاشتم روی میز. برو. دود باش بعد این دوی قدیم بیم مطلع کنید. تخمورگا شد نباشه، تخمورگا شد نباشه. آقای سکوی دوست نهرم. دود باش بگوی که وردی بیار. وردی بیار. دود باش. دود باشید. دود باشید. مطلع کنید. همیشه مرتب باشه، تمیز باشه. بیا تو.
برم سالن نهارخوری، تو نمیای؟ اشتها ندارم. میبینم. آرتور بیرتون. این اولین دفعه است که شما اومدید به اتاق من. چطور؟ بله. اون وقتا که مامان هنوز زنده بود یه وقتا شبا بیدار بودم وقتی که از سر کار برمیگشتی. اول میومدین تو اتاقی که ما بچه ها خوابیده بودیم، یکی یکیمونو ماچ میکردین. من چقدر از اون بوی گریس روغنی که به تن شما بود بدم میومد. وضع خوبی نداشتیم. اما خب دیگه چی؟ شما با مهران چه مشکلی دارین؟ مهران؟ قپوچک. هر طور که شما میگین. دقیقا همینطوره. اون تنها کسیه که منو به خاطر خودم میخواد. تازگی ها هیچ حرف مرموزی ازش نشنیدی. مرموز؟ مثلا نه در مورد خودت، در مورد کارهای من. مثلا این که من توی خونه گاف صندوقم کجا قایم میکنم، یا مثلا دستگاه چاپ اسکناسم کجاست. مگه شما همچین دستگاهی هم دارین؟ تو چقدر خوب اون وقت دارو یادته، خونه قدیمی اون. واقعا که جای بدی بود، نه سوپری، نه سونایی، نه جکوزی. واقعا موندم چطور میشد اونجا زندگی کرد. ولی مادرت تو خونه زندگی کرد و تو خونه هم مرد. اون وقتا من یه شاگرد مکانیک ساده بودم و شندر خواست دستمزد. با همون دستمزد تو اون خونه زندگی میکردم و خوشبخت بودم. شب آخر شب با همون لباسای چرب و چیدی که ازش خوشت نمیومد، وقتی وارد میشدم شما همتون قطار خوابیده بودین. چشم که صورت معصومتون میافتاد میومدم و دونه دونه میبوسیدم تو. هیچ ترسی هم نداشتم از این که ممکنه هر کدومتون یه نشتر تو مشتتون قایم کرده باشین که بی هوا تو پشتم بزنین. اما حالا من موندم و هزاران چک سفته دست مردم. و منتظر این که کدومتون زودتر نیشتر تو قلبم فرو میکنین. دارید وادارم میکنین به زور هر چی دارم به اسم شما بکنم تا دینی به طلب کارم نداشته باشم. تازه خودم خیلی خوب میدونم که آخرش جان کجاست. بدون کجاست؟ تو زندون؟ یا تای قبرستون؟ چه حرفیه میزنید پاپی؟ دیگه منو با این استدا نکن. حالا چرا اینه انداختی این تو؟ گفتم تنها جایی که سراغش نمیره. حتما نمیخوای بندازیش دور. قرار شد وقتی برگشتم دو نفری بشینیم تمام دفاتر حسابدارای دیگر رو با هم دیگه بررسی بکنیم تا یواشکی بتونی کسی بفهمه. با کی؟ با قابوچی. یه ساعت به مرخصی داده، میترسم دیر برسم بانکه ببنده.
آها بحثت هم خوب شده ها. چهار تومن من بیشتر تو حسابم ندارم. امشب مادر زنم میان مهمونی خونم. پس مادر زنت میاد خونت که این همه پریشونی. خب مادر زنی دارم مشرقون. دستاتو بکن تو اصل در بیار، بکن تو دهنش. میگه او میخواستی ببینی من دندون مصنوعی تو دهنمه یا نه. وای وای آقاش از دستش چی میکشه؟ به شرطی که داشته باشی ندی. خدا بیامرزتش. آدمو یه وقت قنداق میکنن، یه وقت هم کفنی میپوشن. آخ، این کت شلوار عروسی ما هم نو مونده. کاش یکی پیدا میشد و ما رو از تنهایی در میبرد. حالا چند سالشه؟ شست و شست صد و بیست؟ نه شست. خب که این تو خب من دیگه برم. کجا؟ مشام گفتم که بانک، مهمونی، مادر زن اینا همه. آها پس مهمونی داری؟ مادر زنت هم بیا. تو بری و برگردی کت دختر تمومه. مشام شما چرا؟ نه خودم این کار نکنم. عیبی داره؟ نه عیب که نداره آخه. برو بابا چرا معطلی دیگه؟ برو کجا؟ بابا مهمون مادر زن معطلی. چای تلخه بابا. نه دیگه نمیخورم. خانده داشت تو در زدم بلد دیستی؟ بیا بابا چه خبریه؟ میخوا خوشو پرد کنه پایین. پرد کنه پایین؟ بیا ببین قلبم همیشه دوزخ ارباب غیرت است. آتش منه به سینه که خواب غارت هست خریزه پسرچه الان میره بالاتر. آقا جون تو یافتگی که از همگان برترت کنن. به جایی رسیدم که دست دیار البشری به دو بنده شلوارم هم نمیرسد. آی دختر ای پدر مرده تو میدانی و من میدانم که چقدر آرزو کردم که یه زیبای ململ سپید موهایت را میپوشاد از چشم خیر، از چشم نامحرم. و من نیز رفت کنم در مقابل تو میرفتم بهشت میبردم دستت را در دامن مردی با شرف میگذاشتم. ولی خود به بی هدفی آقا جون این مال شکسپیر بود. خودم چه شدم؟ شما یه کاری بکن. فقط به درد مردن میخورم. خود را میبلند و بالا میآورم. بروید خانم را پیش کش دادم، خانه هایم را هبه کردم. من قورباغه های کوچک سوربین را هدیه کردم. سوارش شدید در خیابان ها گشتید و خندم کردید. هر روز به سخره به من خندیدید. خاک بر سرتان. یام این گونه آخ مکانیک کوچیک و بدبخت عباسی خشی کارش به کجا کشید؟ دهنش گنده می کنند. آن هم نه با نمک حلال بلکه با مسواک دست طلا.
آی پسرک، به کجا بردنت؟ برای رهایی از دست شما یک راه وجود دارد، آن این است که شما در این بدبختی بمانید، بخورید، ببلید، بجوید، نشخوار کنید، پوزخند بزنید، لبخند بزنید. من میرم در تابوت نشستن و به سوی گورستان چارنل رفتن. ای کاش توشه ای در میانه بود. بله، الو، خوبم، صبحونه میدید فرمان. انبار روغن؟ دو درصد بکشین روش. الو، بله، خوبم. خوبم. بهره 5 میلیون به بالا؟ 7%، اونم چون شمایی. الو، بله، خوب خوابیدن. محمول قرصای کورتون رسیده؟ بعدا زنگ بزنید. مشخص نیست. بله، کامیون بفرستین. فرمولم امروز. از در بیارم و یه راست برم شرکت، تمام حرفای نزده و زده رو بزنم و یه راست عین یک آقا و پای خودم برم کلانتری. کلانتری؟ آره خورم کوچولو، نیشته رو تو اون دستای عرق کرده کوچیکت قایم میکنی و خورنوز کشون دنبال من میای، نه کارتون شکمت بخوره. تو چرا من که شکمت آرو پاپی، به من نگو پاپی، به من نگو پاپی، نگو بابا. من به بابام میگفتم بابا، اون لقمه هر اون تلخومم نمیچپم،
که مثل همه مردم نباشم، که مثل همه مردم حرف نزنم. من به اون میگفتم بابا، نوکریشو میکردم میگفتم بابا. خر ابلیس و جلاد باقی میمونید تا من حسابمو با این پالون دوز بد عوضی تصفیه نکنم. خیال کردی اینقدر دنبا آوردم که دیگه نتونم زندگی رو تحمل کنم؟ آره زندگیشو تحمل کنم. بچر تا بچرخیم، بگر تا بگردیم عوضی دیگه خیاره تخت باشه. این دفعه دیگه کاری میکنم که نفس رو پر نیاد. تنها چیزی که میدونم اینه که دنیای کلاه گشاد سرم گذاشته، حالا میخوام برم پزش بدم. تو کفش قرمزی پیران پری تنها کاری که میتونم با دکنم نکه دیگه بوشمت. این چیز روشنتون کنم همه تونو، هر کی با جیب من دنبه زیاد کرده بره افکتیم از خودشو تبارش بکنه. این تومه رو دیگه رو با برد برد برد. آقا جون اجازه بدیم ماشینو بیارم دم خواهد. نه اجازه نمیدم، اجازه نمیدم. خودم شوفری کردم، مکانیک بودم و شوفر. هفت گوش درست میکنم که شیش انگشتتون رو بلیسید باز باش. به فکر خودتون باشید، به هیچ کس احتیاجی ندارم. آقا جون با این وضع نمیتونه پشت ماشین بشینیم. کدوم وضع؟ آخه آه نه خیال تخت 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 باشه. من حالا حالا مردنی نیستم. تازه برای شما چه فرقی میکنه؟ اینقدر گذاشتم که تا عمر دارید میتونید بخورید بلون مونید. یک مسخار از گوشت اضافی حرومتونم کم نشه. از اگه قراره کسی بره زندان توی؟ منم. باربی قبل قبول قبل قبول باز که صدای بوغالمون شنیدم. اگه قرار نبود تو منو با این اسم هیچ وقت صدا نکنی. آقا اسکوی خدمتکارا رو چی تصویه حساب میکنید؟ هیچ وقت منو با این اصدا نمی کردی اسکوی. برحال بکن بکن بوی پول نمیده نیست دیگه. مت بوغرمون صفتو خیلی خوب میشناسم، برای همینم با شما ها باید رفتاری مثل بوغرمون کرد. سب کن کنا 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 شامورتی و شعبده دیدی؟ ندیدی؟ بگو 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 جماعت بوغرمون صفت. اگه مشت تو از میگیری چه کشته ها که کاشتم. بغر بگو 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 چکشت ها درو نشد. بقر بگو بقر بگو بقر بگو بقر بگو بقر بگو بقر بگو بخور گنده بشو.
شاق بشو خرس بشو روی من نه به چشم کشمین خود اینم تصفیه حساب یعنی چی تو کلشه؟ هرچی هست که مغز نیست هیچ آدم عاقل این همه پول نفله نمی کنه اونم با بقر بقو راست میگی واسه دوزارش مثل مرغ سرکنده بالبال میزن بریم دنبالش نه لازم نیست اونقدر آدم داریم که بفهمیم کجا رفت داریم یا دارید خانده دار خیلی خوب مزه نفرمون من که دیگه یه دقیقه هم نمیتونم اینجا بایستم و تماشا کنم کجا میری؟ یعنی نباید آینده خودم فکر کنم میرم شرکت تا اونجا برسه منقل آروم شده بیشترم چهار تا کلوم صاف و بوسکنده باش حرف میزنم با کی؟ با خان بابا یا آقا مهران جون؟ خیلی خوب سکت باش راست میگه باید بفهمه بالاخره زن او هست یا نیست ببینم بگی فضول بردن جهنم گفت فیزابش تره خیلی خوب تا موقعی که من اینجا هستم شما دهنتو ببند فهمیدی؟ چشم خانده اسکویی که حسابی قاطی پاتی کرده جون تو چی میگی بابا الان این بچه من رو ورون واشده تو نمیدونه برای اینکه بره زنشو ببینه بیا چه بلایی سرش آورده گوشی گوشی خانم شاپوری خانم شاپوری شاپوری بله گوشی بابا ببینیم پسره اماده اومده یا نه چه نیم ساعت هم نمیشه رفته گوشی بابا اون کاری که من بهت میگم بکن قرار نشد جلوی کسی سر من داد بکشی مهران پیش من نه چشم داره نه گوش بچه منه برو دیگه چشم وایستده جلو من میخواد از من حرف بکشه نمیدونم بابا به هر حال من شکم به همین پسر است اماده بابا همین حساب داره رو میگم یه آره نه بابا قاقه قاقه ای نه خب ببین باشه باشه اما اگر این اسکوی بفهمه یا فهمیده باشه که سر برج آفتاب اختلاس شده من بهت بگم من گردن نمیگیرم آره بابا مهندس انگار تو مغز خر خوردی هی میگی پسره رو رازیش کن ازش حرف بکش بابا اصلا این یه جور دیگه است گفتم که اصلا مثل که از اولی که به دنیا زایده شده ها آدم زایده شده آره تو بگو 2000 کم زیاد کنه رشوه بگیره حساب بالا پایین کنه ابدا جون تو ذره روزن زبمت گشت هفاقه مشرقو رحمتی نیومده اینجا میاد نگفت
نبودی ببینی چه گرد و خاک کرد قابوچی. بگو برا مورچه خاکی، تو رو چه به گرد و خاک؟ یکی میگی مورچه خاکی؟ هرچی آدم بهشون هیچی نمیگه. چایی بیارم؟ نمیدونم چرا امروز همه توپشون پره. ببخشی بازم نگم. بفرمی شما بفرمی. من خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمی. راحت باش. تعارف چرا راست میگی؟ من خودم خواب دیدم آخه. من صبح که میام تو لیست اول نگاه میکنم نیست. خواب دیدی؟ ببین آخه من خودم خواب دیدم. ببین من خواب دیدم نه 2 تومن نه 5 تومن نه 10 تومن. انقدر برده بودم، انقدر برده بودم که شده بودم یکی مثل اسکویی. اسکویی چیه؟ اسکویی نمیشه. ببین اسکویی آدمیه، یک پولدار، یک گردن کلفتیه که اصلا عجیب غریب. یعنی تمام این پولدارا و تمام گردن کلفتا که مثلا فکر کن این آدمایی که دارن برج میزنن میشه طبقه به طبقه طبقه به طبقه طبقه به طبقه طبقه به طبقه وی تمام این آدما پیشکاراشن. مثلا فکر کن یکی مثل قابوچی. گفتم قابوچی. ببین آخ قربونت هر چی تو حسابمه بیا حساب کن. ببین این دفترچه تا اونجایی که من یادم میاد تو حسابت شوخی میکنی. خیلی خوب، پس بده همشو بدم. لااقل 2 تومنش بذار برمونو برای بسنداز بعدی. نه بابا ول کن تام، اینقدر واسه این وضعیتی که امشب برام پیش اومده و مادر زن رو نمیدونم همینجور خالی با فلان فلان. آره آخ دست درد نکنه. 5 تومن 1 2 3 4 5 انقدر اونجا رو شمردم فیلم کنم اینم بعد بهش بادم شاید باشه زیادتر شه. خیلی خوب قربون تو دست درد نکنه، زحمت کشیدی اکبر اینجا قربان. خیلی خوشحال شدم. هنوز پیدا نکردیم؟ نه بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم راحت بشین. بفرمایید. نه متشکرم. نمیبینم. اشتباه میکنن. اشتباه میکنن؟ گشتم پیدا کردم به تو خبر. جدی میگی؟ حتما. این لطفا میکنه؟ حتما. مطمئن باشه. متشکرم قربونش. خوشحال شدم. خدا حافظ. خدا نگهدار. آقای سودا؟ کوروش. کوروش. خدا حافظ. خدا حافظ کوروش. خدا حافظ. خدا حافظ من. بله. هیچی خواستم برای آخرین بار یه نگاه بکنم. نه البته شما گفتین میبینید. خدا حافظ. کوروش خدا حافظ.